اما توی این فیلم راجبه منطقه هایی میخوایم صحبت بکنیم. کتاب اون رد میشه یا نمیشه؟ مثلا میگم منطقه دو رد نشه، مثلا میگم همیشه بالای محور باشه، پایین محور باشه. راجبه اینا میخوایم حرف بزنیم. توجه کنیم، سوال اول گفته نمودار تابع با ضابطه y مساوی x2 به اضافه 2 x به اضافه 1 بالای محور x است. آ کدام است؟ بالای محور x یعنی چی؟ یعنی همواره مثبت. وقتی که همواره مثبت بود یک تابع درجه دو چه ویژگی داشت؟ دلتا منفی آ مثبت. پس من باید دلتا منفی آ مثبت رو حل کنم. اینجا اگر من آ مثبت رو حل کنم، آ که ضریب x2 خب همیشه برقراره. چرا؟ چون 1. حالا اگر دلتاش هم کوچیکتر از صفر قرار بدیم میشه 4 ا 2 منهای 4 در 1 در 1 کوچیکتر از صفر، میشه 4 ا 2 منهای 4 کوچیکتر از صفر، میشه 4 ا 2 کوچیکتر از 4. 4 ا رو بزن میشه ا 2 کوچیکتر از 1. اینم دیگه بلدی دیگه، میشه ا بین منفی 1 تا 1. خب پس بنابراین جواب به دست میاد گزینه چندم 4. بعدی سوال ساده ای گفته به ازای کدام مقادیر m نمودار تابع y مساوی 2x رو بزنیم m منهای 1 در x به اضافه 1 مماس بر محور x است. بچه ها وقتی میگه مماس شده این ریشش مضاعف بوده. خب وقتی که قراره مماس بر محور x باشه یعنی ریشش مضاعفه. وقتی ریشش مضاعفه یعنی دلتا صفره. پس کافیه من دلتا رو بذارم صفر. دلتا چی بود؟ بی دو منهای چهار هسته. بی ما هست ام منهای یک، این شد بی دو منهای چهار تا آ در سه، چهار دو تا هشتا. پس ام منهای یک به توان دو میشه هشت، در نتیجه ام منهای یک میشه مثبت منفی دو رادیکال دو. منفی یک رو بندازیم و ام میشه یک مثبت منفی دو رادیکال دو. توی سوال بعدی که باز سوال قشنگیه گفته نقاط آ منهای 3 و 3، آ 1 و 3 روی منحنی y مساوی آ در x منهای b به توان 2 به اضافه 3 قرار دارن. آنگاه b رو از ما میخوان. با دو راه میتونیم حلش بکنیم. بچه ها راه اولو دقت کنید که بر اساس حرفیه که توی فیلم قبلی زدیم. قشنگ نگاه کنید. الان اینجا عرض این هست 3. عرض این هم هست 3. پس بنابراین عرض این دوتا با همدیگه برابره. وقتی که عرضشون یکسانه پس محور تقارنش وسط این دوتا نقطه است. یعنی من میتونم معادله محور تقارن رو در بیارم، طولای اینا رو جمع کنم با هم تقسیم بر دو که میشه منفی یک. پس من محور تقارن این تابه رو دارم. تابعه رو سعی میکنیم بازش بکنیم، اون اتحادش رو باز میکنم، آه رو توش ضرب میکنم میشه این x راستش رو به دست میارم که هست منفی ب روی دو آ، منفی ب روی دو آ میشه دو آ ب روی دو آ، ساده میشه میشه b. پس x راست شده b، من خودم در آوردم اونم منفی یک، پس از اینجا b به دست میاد منفی یک. این یه راه که باز با یکسان بودن ارزا پیش رفتیم. راه دومی که هستش چی میگه؟ یه نکته است، میگه هر تابع درجه دوم با ضابطه ax به اضافه x به اضافه c را می توان به صورت a در x من x0 به توان 2 به اضافه y0 تبدیل کرد که در آن نقطه x0 و y0 رأس سهمی قائمه. الان نگاه بکنید شما، ما میدونیم x مساوی منفی یک محور تقارنمونه. دیگه به جای اینکه بازش بکنیم و از منفی به روی دو آ استفاده بکنیم تا بی رو به دست بیاریم، این ضابطه رو نگاه کن، x منهای بی به توان دو به اضافه سی. گفته که این x صفره یعنی ریشه این تو میشه طول رأس، در نتیجه منفی یک باید طول اون داخل باشه، یعنی ریشه اون داخل باشه، پس از اینجا بی به دست میاد برابر با منفی. پس حواستون رو جمع بکنید که بسیار 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 ساده شما میتونید از این نکته استفاده کنید. اما اگه خود من باشم بالای استفاده میکنم، یعنی شما خیلی راحت محور تقارن رو در بیار، باز کن تابر رو، منفی به روی دعا جوابت رو به دست بیار. بعدی تمرین کتابتون رو خیلی خوبه بوده نمودار تابع y مساوی ax به x به c محور x رو در نقاطی به طول 2 و 1 و محور y ها را به عرض 4 قطع کنند، عرض نقطه مینیمم کدام است؟ ببینید این کل اطلاعاتی که ما داریم، این نقاط رو داریم. یه نکته حتما باید بلد باشی. چی میگه نکته؟ میگه اگر نقاط برخورد تابع ax به x بذارید، یعنی هر تابع درجه 2 با محور x ها این نقاط باشه، یعنی ریشه ها رو داشته باشی، می توانیم ضابطه را به صورت y مساوی a در x منهای 1 ریشه در x منهای اون یکی ریشه بنویسیم. حالا ببینی،
پس ما میتونیم بنویسیم ایگرگ مساوی آ در ایکس منهای یک در ایکس منهای دو، چون یک و دو ریشه هامون بودن. حالا با توجه به این که ما آ رو باید به دست بیاریم، نگاه میکنیم ببینیم دیگه چی داریم. ما یه نقطه 0 و 4 هم داریم، همونی که گفتم محور ایگرگ رو قطع میکنه. اگه جای ایکس رو 0 بذاریم، ایگرگمون باید بشه 4. در نتیجه ما میایم میگیم 4 مساوی آ در منهای یک در منهای دو، دو آ میشه 4، آ میشه 2. من آ رو وقتی به دست بیارم، پس ایگرگ من هست 2 در ایکس منهای یک در ایکس منهای دو. به عبارت دیگه هست 2 در ایکس منهای 3 ایکس به اضافه 2، یعنی هست 2 ایکس منهای 6 ایکس به اضافه 4. این شد تابع من. حالا طرح عرض خواسته بود، عرض مینیمومش رو خواسته بود، مشکلی نداره. ایکسش هست منفی به روی 2، پس میشه منفی منفی 6 روی 2 دو دوتا میشه 3 دوم. حالا ایکس رو بنداز تو تابه، ایگرگش به دست میاد میشه 2 در 3 دوم تاون 2 منهای 6 در 3 دوم به اضافه 4، و ایگرگ به دست میاد برابر با منهای 1 دوم. خب این سبک سوال هم خوبه. چی گفته؟ گفته بیشترین مساحت از بین مستطیل هایی با محیط 72 واحد کدام است؟ ببینید، میخوایم با دو راه حل بکنیم. راه اول، محیط یعنی 2x بذاره 2y مساوی 72، دو تا طول بذاره دو تا عرض. به دو سادش بکنیم، x به اضافه y میشه 36. ببین یه نکته میگم، میگم وقتی جمع دو عبارت برابر با مقدار ثابتیه، علامه x به اضافه y از 36 ضربشان زمانی بیشترین مقدار را دارد که با هم برابر باشن. ما بیشترین مساحت رو میخوایم، مساحت میشه x در y، پس زمانی اون ضرب بیشترین مقدار رو داره که x و y با هم برابر باشن. وقتی جمعشون شده 36، بر اساس این نکته میگم x و y جفتشون باید بشن 18. خب پس بنابراین مساحت میشه x در y، 18 ضرب در 18، 324. این یه روش. چی گفتم؟ وقتی که جمع دوتا عبارت برابر مقدار ثابتیه، زمانی ضربشون ماکزیموم میشه که اون دوتا با همدیگه چی باشن؟ برابر باشن. خب روش دوم، این همون شکل ماست، محیط رو داده 72، یعنی 2x به اضافه 2y شده 72، پس x به اضافه y شده 36. تا اینجا مثل قبلی است. از اینجا ایگرگ رو میگیم 36 منهای x. حالا تابع مساحت هست x در ایگرگ، جا ایگرگ بذار 36 منهای x، ضربش کن میشه 36x منهای x2. حالا قشنگ دقت کن به حرف من، ما الان این تابع مساحتمون قرار ماکسیموم بشه، مگه یه تابع درجه 2 نیست؟ تابع درجه 2 ما باید بیایم الان ایگرگش رو به دست بیاریم. وقتی میخوایم ایگرگش رو به دست بیاریم، ایگرگ ماکسیمومش رو، اول باید ایکسش رو در بیاریم دیگه. ایکسش بود منفی بر 2، الان نگاه کن، پس ایکسش میشه منفی 36 رو منفی 2 میشه 18، ایکس در اومد 18. از اینجا نتیجه میگیریم که اس ماکسیموم 18 رو اگر جایگذاری کنیم میشه 36 ضرب در 18 من 18 به توان 2، همون 324 به دست میاد. پس یا از اون نکته استفاده کن که اگر جمع دو تا عبارت برابر مقدار ثابتی باشن، ضربشون زمانی ماکسیمومی که با هم دیگه برابر باشن، یا بیا اینطوری تابع مساحت تو فقط بر اساس x به دست بیار، حلش کن. حالا میتونه اینا رو یه فرم دیگه هم بدن. چه فرمی؟ این گفته بیشترین مساحت مستطیلی که به وسیله یک طناب به طول 48 متر در حاشیه یک رودخانه میتوان محصور نمود چند متر مربع است؟ ضلع چهارم مستطیل هم نمیدونیم چجوریه. ببین یه شکل بکش، الان این رودخونه ماست مثلا، این x x، اینم y، ما 48 متر طناب داریم، یعنی 2x به اضافه y‌مون 48. وقتی میخوایم این سوالو حل بکنیم، باز از روش دومیه میخوام استفاده بکنم. ببینید بچه ها، y میشه 48 منهای 2x، الان مساحت این شکل میشه طول ضرب در عرض، یعنی اس میشه x در y. مگه نه اینکه y هست 48 منهای 2x، اگر جای گذاری بکنم میشه x در 48 منهای 2x، ضربش کن میشه 48x منهای 2x2. حالا قراره این ماکسیموم بشه، برای به دست آوردن ماکسیموم این اول ایکسش رو به دست بیاریم که همون منفی به روی 2 است، الان ایکس میشه منفی 14 رو منفی 4 میشه 12. اگر من 12 رو داخل رابطم قرار بدم،
ایگرگ به دست میاد 24 و مساحت که از ایکس ایگرگ میشه 12 ضرب در 24 میشه 288. پس این روش یک روش روتین و ساده است. یعنی وقتی شما طول تناب رو داری خیلی راحت رابطه بین ایکس و ایگرگ رو بنویس، ایگرگ رو برس به ایکس به دست بیار، بعد برای مساحتش دیگه کاری نداره، شما تا مساحت رو فقط برس به ایکس به دست بیاری و ماکسیمومش رو به دست بیاری. ماکسیموم چی بود؟ ایکس منفی به روی 2 میذاریم توی تابه، ایگرگش به دست بیاری. آخرین سبک سوالایی که مثلا میگه هر چهار ناحیه رد شه. با کدام مقادیر M منحنی به معادله Y مساوی M به اضافه 2 در X دو منحنی 2 X به اضافه 1 از هر چهار ناحیه محورهای مختصات میگذرد؟ دقت بکنید، بهتره تو اینا شکل بکشیم. بچه ها الان این و این از هر چهار ناحیه دارن عبور میکنن، هرچند این منحنی ما الان شما اگه x رو بزنید صفر، y میشه 1، یعنی تو صفر باید مثبت باشه. خود این منحنی نمودارش این سمت راستی است، یعنی تابتون باید رو به پایین باشه. ولی به طور کلی ویژگی نمودارهایی که از هر چهار ناحیه عبور میکنن اینه که یه ریشه مثبت دارن یه ریشه منفی. وقتی یه ریشه مثبت دارن یه ریشه منفی، پس حتما پی منفیه. پی چی بود؟ سی آم. پس الان باید یک روی ام به اضافه 2 منفی باشه، یک که مثبته، پس باید ام به اضافه 2 منفی باشه که میشه ام کوچیکتر از منفی 2. حالا سوال بعد گفته اگر نمودار تابع با این ضابطه فقط از ناحیه 4 نگذره، آنگاه بی و سی علامتاشو میخواد. باز بهتر شکل بکشیم. ببینید این شکل تابه فقط از ناحیه 4 نگذشته، هر چی ویژگی ازش میبینی به من بگو. من خودم اولین ویژگی که میبینم اینه که روبه بالاست، پس آش مثبت. در نتیجه خب یک ضریب x2 همیشه مثبت. اوکی، دیگه چی میبینی ازش؟ من میبینم که دلتاش مثبته. از کجا فهمیدم؟ تو دو جا داره محور x رو قطع میکنه. دلتا رو تشکیل میدیم، بی دو منای 4 آ 3 میشه بی دو منای 4 سی بزرگتر صفر. خب دیگه چی میبینم؟ جفت ریشه ها منفی هن. وقتی جفت ریشه ها منفی هن جمعشون حتما منفیه. جمع چی بود؟ منفی بی آم. پس منفی بی کوچکتر صفر، بی بزرگتر صفر. بچه ها وقتی جفت ریشه ها منفی هن، خب ضربشون هم مثبت میشه. پس پی بزرگتر از صفر، سی یکم بزرگتر مساوی صفر، سی بزرگتر مساوی. چرا صفر هم گرفتیم؟ چون امکان داره یه ریشه دقیقا میشه صفر. حالا از مجموع این شرایطی که داریم، بی مثبت، سی بزرگتر مساوی صفر رو میتونیم تو گزینه ها انتخاب بکنیم. بچه ها توجه بکنید اینا رو میشه حفظی گفت. یعنی مثلا بگه من ناحیه چهارم نگذره این، از دوم نگذره این، از اول نگذره این، بی خیال، حفظ نکن اینا رو. همینی که من میگم رو اجرا کن، همین کار رو جان من جان من جان من جان من حتما انجام بده، یه شکل بکش. پس با توجه به گزینه‌ها قرار بی مثبت باشه و سی بزرگتر مساوی صفر که جواب اون میشه گزینه اول.